طرز تهیه بامیه ایرانی دقیقا به سبک قنادی. مواد لازم برای شربت بامیه: آب 150 میلی لیتر، شکر 2 پیمانه، گلوکز 1 قاشق غذاخوری، آب لیمو و یا جوهر لیمو 1/8 قاشق چایخوری، گلاب 3 قاشق غذاخوری، پودر هل 1/2 قاشق چایخوری و پودر زعفران 1/4 قاشق چایخوری. مواد لازم برای بامیه: آرد 1 پیمانه، آب 1 پیمانه، نمک 1/8 قاشق چایخوری، کره 50 گرم که در دمای محیط باشه، عسل 2 قاشق غذاخوری، وانیل 1/2 قاشق چایخوری و تخم مرغ 2 عدد و نصفی. ابتدا شربت بامیه رو درست میکنیم. در یک قابلمه کوچیک شکر رو اضافه کنید. آب رو نیز اضافه کرده. همچنین آب لیمو یا جوهر لیمو رو اضافه کرده. همچنین گلاب رو اضافه کنید و اجازه بدید با حرارت بالا مواد به جوش بیاد. تا زمانی که مواد به جوش نیامده به هیچ وجه مواد رو هم نزنید. در خلال اینکه مواد میخواد به جوش بیاد با استفاده از یک قلمو مقداری آب لیمو تازه به دیواره های قابلمه بمالید تا از شکرک جلوگیری کنید. بعد از اینکه مواد به جوش اومد و تمام شکر آب شد، پودر هل و پودر زعفران رو اضافه کنید. همچنین گلوکوز رو اضافه کنید و مواد رو مخلوط کنید. دوستان، اضافه کردن گلوکوز باعث میشه که بامیه‌های شما بسیار براق و با کیفیت و شکل‌تر به نظر برسه. ولی اگه گلوکوز نداشتید، میتونید بدون گلوکوز همین شربت رو درست کنید. از زمان اضافه کردن پودر هل تا زمان اینکه شربت آماده بشه، حدود 10 دقیقه باید اجازه بدید شربت با حرارت بالا بجوشه. بعد از این مدت شربت بار آماده هستش و اونو از روی حرارت بردارید و اجازه بدید خنک بشه. همونطور که میبینید شربت بار غلظتش به همین شکلی که میبینید باید باشه، خیلی غلیظ و یا خیلی رقیق نباشه. برای درست کردن بامیه در ظرفی آرد رو به همراه نمک علک کرده و کنار بگذارید. سپس در قابلمه ای آب رو اضافه کرده، کره رو نیز اضافه کنید، همچنین عسل رو اضافه کرده و اجازه بدید با حرارت بالا کره داخل آب حل بشه. زمانی که دیدید تقریبا کره آب شده و آب از کناره‌های قابلمه شروع به جوشش کرده، آرد رو به یک بار به قابلمه اضافه کنید و سریع با مواد هم بزنید تا به صورت یک خمیره بسیار لطیف تر بیاد و وسط قابلمه جمع بشه. دوستان، این مواد رو باید انقدر هم بزنید تا کاملا لطیف و یک دست بشه و برای اینکه بامیه‌هاتون از کیفیت بالای برخوردار بشه، مرحله هم زدن خمیر رو در قابلمه 15 دقیقه انجام بدید. بعد از 15 دقیقه خمیر رو داخل کاسه منتقل کرده و اجازه بدید از داغی بیفته، ولی خمیر کاملا نباید سرد بشه و هنوز گرم باشه. بعد از اینکه خمیر از داغی افتاد ولی هنوز گرم بود، خمیر رو مقداری با همزن برقی بزنید تا مقداری باز بشه. سپس پودر وانیل رو اضافه کرده، همچنین یک عدد از تخم مرغ ها رو اضافه کرده و دوباره با همزن برقی بزنید تا کاملا تخم مرغ با خمیر مخلوط بشه. سپس تخم مرغ دوم رو اضافه کرده و دوباره با همزن بزنید تا کاملا مخلوط بشه. ما میخوایم خمیرمون تبدیل به یه خمیر کاملا چسبنده بشه. همونطور که میبینید خمیر هنوز چسبندگی لازم رو نداره. تخم مرغ سوم رو در کاسه جداگانه بزنید و نصف اون تخم مرغ رو به خمیر اضافه کنید. یکی از نشونه های آماده شدن خمیر بامیه اینه که وقتی مواد رو با هم میزنید، خمیر کاملا سنگین میشه و میپیچه به پره های همزن. زمانی که این اتفاق افتاد و دیگه نتونستید خمیر رو میکس بکنید، خمیر آماده هستش. سپس خمیر رو داخل قیف پلاستیکی منتقل کنید و داخل قیف پلاستیکی ماسوره مخصوص بامیه رو قرار بدید. دوستان، چون این خمیر بسیار سنگین و سفت هستش، برای همین برای زدن شکوفه های بامیه باید فشار زیادی به قیف پلاستیکی وارد بشه و من توصیه میکنم که حتما از قیف پلاستیکی بسیار محکم استفاده بکنید تا قیفتون پاره نشه. برای شکوفه زدن بامیه
قبل از اینکه مایتابه یا قابلمه رو روی حرارت قرار بدید، ابتدا روغن رو داخل تابه یا قابلمه بریزید و بامیه ها رو داخل روغن سرد شکوفه بزنید. برای این کار یک قیچی تیز رو مقداری به روغن آغشته کنید و شروع به فشار دادن بامیه ها از قیف پلاستیکی کرده و با قیچی ببرید. سایز بامیه ها دل بخواهی هستش، میتونید بلندتر یا کوتاه‌تر بگیرید. و دوستان سعی کنید تمام مواد بامیه رو داخل روغن سردی که داریم شکوفه بزنید و چیزی برای دوباره درست کردن نمونه، چون زمانی که روغن بامیه داغ بشه دوباره نمیتونید خمیر بامیه رو داخلش بریزید و باید از روغن سرد دوباره استفاده کنید. برای همین تا اونجایی که قابلمه و یا تابتون جا داره بامیه ها رو داخل شکوفه بزنید. بعد از اینکه تمام خمیر بامیه رو به صورت بامیه داخل تابتون ریختین، تابه رو روی حرارت ملایم قرار بدید و اجازه بدید با حرارت ملایم بامیه ها مغز پخت و طلایی بشن. دوستان حرارت رو به هیچ وجه زیاد نکنید، وگرنه بامیه ها میسوزه و داخلش اصلا پخته نمیشه و به هیچ وجه تورت نمیشه. این مسئله نیاز به مقداری زمان داره. در حین اینکه بامیه ها طلایی میشن، مقداری بامیه ها رو زیر و رو بکنید تا یک دست طلایی بشن. بعد از اینکه بامیه هامون کاملا به صورت یک دست طلایی شدن، بامیه ها رو به صورت داغ داغ داخل شربت باری که خنک شده منتقل بکنید و کاملا هم بزنید تا شربت به خورد تمام بامیه ها بره. حدود 2 الی 3 دقیقه بامیه ها رو داخل شربت بار نگه داشته و سپس بامیه ها رو از شربت بار جدا کرده و بامیه ها آماده سرو هستن. بامیه ها رو داخل یخچال نگهداری بکنید تا کاملا خنک بشن و بعد میتونید سرو بکنید. همونطور که میبینید بافت بامیه ها داخلش کاملا نرم هستش و بیرون سطح بامیه ها کاملا ترد و شکننده هستش. دقیقا همون چیزی که یک بامیه باید باشه.